یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. با سلام خدمت خانواده عزیز و همراهان همیشگی تتلیتی. با اجازه امیرمون امروز این ویدیو رو براتون ضبط می‌کنیم که از حال و شرایط ایشون به شما خبر بدیم. خدا رو شکر حال امیرمون خوبه، هر هفته با همون تماس میگیره و ازتون میخوایم که به شایعات دامن نزنید. همونطور که مطلع هستید، همه منتظر رأی دادگاه تجدید نظر هستیم. همه با هم انرژی بفرستیم که انشاءالله اتفاقای خوب بیفته و حداقل این باشه که ایشون به قید وثیقه آزاد بشه. عزیزانم، همونطور که میدونید امیر با پای خودش اومده ایران و مساعدت و بخشش توی این پرونده قطعاً راه رو برای بازگشت هنرمندان مهاجر باز میکنه و قطعاً تأثیر خیلی خیلی خوبی داره برای بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور که سالهاست از وطنشون دور هستند. با توجه به این که امیر عزیزمون خودش با پای خودش اومده ایران و طلب بخشش کرده و توبه نامه نوشته و یک سری از آهنگ ها رو خارج از کشور ایران و خارج از قوانین کشور عزیزمون خونده، از مسئولین عزیز و از قضات عزیز پرونده تقاضای همکاری و همدلی با امیر عزیزمون رو داریم. از هنرمندای عزیز کشورمون، از تتو آرتیستای عزیز، از نوازنده های عزیز، از تمام هوادارای عزیز که امیر روی زندگیشون تاثیر مثبت گذاشته، اگر صحبتی دارن حتما از خودشون فیلم بگیرن. فیلم ها به صورت افقی باشه، کیفیت داشته باشه که ما بتونیم تو یوتیوب امیر جان استفاده کنیم. فیلم ها حتما با قوانین کشورمون مطابقت داشته باشه تا ما بتونیم ازش استفاده کنیم. در حال حاضر هم امیر جان دارن روی آلبوم ماه کامل کار میکنن و یک آهنگ برای امام علی درست کردن که به عنوان سورپرایز دو تا بیت از این آهنگ رو براتون میخونم. به لطف اول خدا و بعد مولا، عاقبت این دست و پا از بند و این چشم ها باز شد. ما که پروندمون از همه سیاه تر بود و پر از گناه، هم یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. امیدوارم به زودی زود با انرژی ها و دعاهای خوب شما و با مساعدت و مهر قضات محترم شاهد آزادی امیر عزیزمون باشیم تا متن کامل این ترانه رو از زبون خودش بشنویم. آمین.